سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در یک گفتگو با روزنامه فارن دسک گفته است که آمریکا از هیچ گروه مسلح در افغانستان پشتیبانی نخواهد کرد و از تمامی طرفها خواسته است تا راه تعامل را در پیش بگیرد. ما از نزدیک گواه افزایش خشونت‌های اخیر هستیم و از تمامی طرفها می‌خواهیم که خشتنداری کرده و تعامل داشته باشند. این تنها راهی است که افغانستان می تواند با چالش های زیادی که در برابرش هستند مقابله کند. نماینده های کشورشان با نماینده های امارت اسلامی افغانستان در قطر دید و بازدید می نمایند. ما می خواهیم که هر دو طرف باید روابط دیپلماتیک خویش را خوبتر بسازد تا یک راه حل برای مسائل سیاسی کشور ما پیدا کردند. آمریکا همیشه با سیاست‌های متناقض، با سیاست‌های چندگونه در افغانستان عمل کرده. همزمان با این، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در خبرنامه از محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده است و بر پایان بیدرنگ این محدودیت‌ها تاکید ورزیده است. گرانی ها و قطعنامه ها همواره از سوی جامعه جهانی اعلام شده، اما هیچ تغییری روی مشکلات زنان افغان که محروم از حقوق ابتدایی خود هستند نداشته. اما حکومت سرپرست نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را در کشور نمیپذیرد. امارت اسلامی زیر عنوان یک نظام اسلامی تمام حقوقی که دین مبین اسلام به افراد جامعه امامیت متعهد است و حقوقشان تامین گردیده. این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ ابدی سرطان قطعنامه درباره حقوق زنان افغانستان به تصویب رساند و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی طالبان را محکوم کرد.